روزها گر رفت گورو باک نیست، تو به من ای آن که چون تو پاک نیست. صبح در بیابان از سپیددم آغاز می‌گشت، هرگز صبح خودش به تنهایی نمی آمد. همه جنبندگانی که بودند به پیشوازش می رفتند و واردش می کردند. جنب و جوش در هوای گرگ و میش آغاز می گشت. من این روزها در بیابان با مظاهر خالص و بی‌آزار طبیعت آمیخته می‌شدم، با حیوان و گیاه و خاک تلطیف می‌شدم، هرچند آن زمان به این کیفیت آگاهی نداشتم و قدر آن را نمی‌دانستم. چند سالی اقامت در ده نانگونه بود که بی ثمر باشد. فرصت یافتم که با تأنی بیشتر ایران روستایی، ایران واقعی را بشناسم و تاریخ چند هزار ساله این کشور را در آن قسمت که مربوط به طبیعت خشک و گویای آن است بهتر لمس نمایم. و پیش از آن که با زندگی شهری، تراکم جمعیت، هایهو، چراغ برق و چرخش ماشین روبرو گردم، چند سالی در غنای اسرت‌آمیز، خیال پرور و غربت‌آلوده ده غوطه بزنم. روستایی که در آن به دنیا آمدم جزو بی نصیب ترین دیه هایی بود که در ایران وجود داشت. گرداگرد آن را بیابان گرفته بود که قسمتی از آن کویری و بایر بود و جنبنده‌ای در آن امکان زیست نداشت. مردم دور افتاده آنجا که تا آن روز نام داریوش به گوششان نخورده بود، از این حیث
با او هم صدا بودند که از اهورامزدا میخواست تا ایران را از شر سه بلا یعنی خشکسالی و ناامنی و دروغ در امان نگاه دارد. تمام آبادی بر دو سوی یک جوی قرار داشت که رشته حیاتش بود، آنگونه که نیل در مصر با صدای ملایم امید بخش خود از جنوب به شمال سرازیر بود. در گوش مردم ده که به عمر خود نام موسیقی نشنیده بودند هیچ نوایی زنده تر و دلنواز تر از آن نبود. خانه‌ای که در آن زندگی می کردیم با شرفهای هلالیش همکنون در برابر چشم من است، بلند و روشن. اتاقی که من در آن به دنیا آمده بودم سدری بود که رو به باغچه باز می شد، ولی بعد دو پنجره آن را تیغه کرده بودند که گرمتر بماند و تنها یک پنجره رو به بیرون داشت. کودکی من در میان پنجره های رنگی و نور و آفتابی که از پشت آنها میتابید شناور گشت. شیشه های رنگی قطع قطعه در لای برش های مقوس چوب قرمز و نارنجی و آبی و سبز با خمیدگی هایی چون ابرو و چتر زلف و کسمه عروس. از چند سالگی دیگر آزاد بودم که توی کوچه ها بازی کنم، کوچه های تنگ گرد و خاکی. از همان کودکی دوستی ها و دشمنی ها آشکار می شد، دستبندی که بشر فرزند مهرکین است. گاهی دعوا و زد و خورد بود، گاهی مهربانی که مایه دلخوشی همان همبازی ها بودند. یکی از بازی‌ها دویدن توی رودخانه خشک بود و پرس زدن در پست و بلندی‌ها، خاک بازی، نشانه گرفتن با سنگ، تیر و کمان و فلاخن. بعد از شهریور 20 اشغال ایران یک دوران ناامنی از نو آغاز گشت. دوست‌هایی از فارس سرازیر می‌شدند و می‌بایست مانند دوری قاجار در برج‌ها از ده مراقبت کرد. تعمیر برج که طی سال‌ها متروک مانده بود کار آسانی نبود. برف و باران کنگره‌ها را ساییده و تیررس‌ها را گشاد کرده بود. باز چندی همان روزگار زنده شد که توی برج آتش روشن کنند و کشیک بکشم. من آخرین فرزند خانواده بودم. فرزند دیگری که بود خواهرم بود که او نخستین بود. بقیه چند پسر از همان شیر خارگی بر اثر آبله یا امراض دیگر در کودکی مرده بودند. به همین سبب خوشیمن نشمرده بودند که تاریخ تولد مرا پشت کتابی یادداشت کنند. دبیرستانی که انتخاب کردم در محله زردشتیان بود که آن زمان شهرتی به هم زده بود. محله زردشتی ها که می بایست از آن پس به آن رفت آمد کنم با محله های دیگر شهر قدری متفاوت بود. آرام و کم تحرک، خالی از دکان، با کوچه های سنگ فرش و دیوارهای بلند برای آن که از تعرض احتمالی مسون بماند. در خانه همواره بسته بود و رفت آمد بی هدف
در کوچه ها کمتر دیده می شد. راه دور بود ولی چون دوچرخه داشتم مشکلی پیش نمی آمد. در کتاب مدرسه ابتدایی یکی دو قطعه از شاهنامه بود که با آن آشنا شدم. شعرهای عجیب، دنیای عجیب، جنگها، شاهان و پهلوانان. شعرها به اندازه‌ای با سطوت و قوی بود که به جذب آنها قادر نبودم. با این حال هیجانی داشتم که هرگز نظیر آن نبوده بود. زمانی که شاهنامه آمد، سرنوشت ایران به این کتاب بسته شد. دیگر بعد از آن ایران آفتاب بی غروب شد، هرچند که گاه آفتاب پریدرنگ یا ابرآلود باشد، ولی هرگز آفتاب لب بام نشد. درخت اندیشه ایرانی زمانی به بار نشست که شاهنامه آفریده شد. همه آنچه باید گفته شود در این کتاب گفته شد. ایران که تا آن زمان بید لرزانی بود، با آمدن این کتاب سرو برومند همیشه سبزی گشت. اگر حصارهای جغرافیایی برداشته شده بودند، یک حصار فرهنگی گرد ایران پدید آمد که از باد و باران نیابد بزن. دارد اون همه رمز و راز در خود نهفته باشد. حافظ مجموعه غمنامه و امیدنامه ایران را به دست ما سپرده، میگوید ببینید بر سر شما چه آمده. در این حال این را هم میگوید: کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور. ایران اوج اندیشه خود را در کلام عرفانی به بروز آورده، چون نتوانسته بود دنیا را به قالب دلخواه خود درآورد، کوشید تا دنیای دلخواه را در عالم درون بیافریند. این دنیای عجیب،
همه مرزها را در می نوشت. در آن دیوارها می افتادند و باغ سبز عشق در پهناوری بی انتهایش به جلوه می آمد. چگونه شد که در دنیای باستان 500 پیش از میلاد امپراتوری عظیمی چون شاهنشاهی هخامنشی پدید آمد که نخستین امپراتوری جهانی بود؟ موضوعی است که مورد بحث و حرف و حیرت تاریخ نگاران بوده است. یک علت را باید در خصوصیت ذاتی پارسیان دانست که عبارت بود از نیروی بدنی، انضباط، پشتکار، اراده و بلند پروازی. شخصیت کوروش را نیز نباید از نظر دور داشت که نوعی جهانمداری انسانی را پایه‌گذاری کرد. شعار ایران اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک بوده است. در افسانه ها آمده است که ققنوس مرغی است خوش رنگ و خوش آواز که منقار او 360 سوراخ دارد و بر کوه بلندی در مقابل باد نشیند و صداهای عجیب از منقار او برآید. بین افسانه ققنوس و سرگذشت ایران تشابهی می توان دید. ایران نیز چون آن مرغ شگفت بی همتا بارها در آتش خود سوخته است و باز از خاکستر خیش زاییده شده. در این چند سال همواره من این احساس را داشتم که ایران بار دیگر یکی از آن دورانهای زایندگی در مرگ را می گذراند و در میان درد می شکفد. گرفتاری های روزانه، دلمشغولی ها و بهت‌زدگی های قرن مانع از آن است که بسیاری از ما به عمق ماجرایی که در روح ایران است توجه کنیم، چون کسی هستیم که به باغ کهنسالی در چله زمستان پای می نهد و آن را خشک و خاموش و برهنه، گرانبار از غربت و وحشتی مرموز و شریر می بیند، بی آن که نجوای پنهانی حیات، ولولی خاموش جرمهای روینده و سبز شونده را در شکم کنده های پیر و در نهاد شاخه های خشک دریابد. در روزگاری که گویی ایران در ابری از فراموشی پیچیده شده است، اگر کار دیگری از دست ما برنیاید، لااقل خوب است بکوشیم تا فکر او و غم او را در دل خود زنده نگاه داریم و اعتقاد به زایندگی دوران را در سینه نپژمرانیم. ما از این حیث چون بیماران تریاک خورده هستیم که به هر افسونی است باید بیدار نگاهشان داشت، زیرا اگر چشم بر هم نهند بیمان است که دیگر آن را نگشایند.
من در قعر ضمیر خود احساسی دارم چون گواهی گوارا و مبهمی که گاه به گاه بر دل می گذرد و آن این است که رسالت ایران به پایان نرسیده است و شکوه و خرمی او به او باز خواهد گشت. من یقین دارم که ایران می تواند قد راست کند، کشوری نام‌آور و زیبا و سعادتمند گردد و آن گونه که در خور تمدن و فرهنگ و سال خوردگی اوست نکته های بسیاری به جهان بیاموزد. این ادعا بیشک کسانی را به لبخند خواهد آورد. گروهی هستند که اعتقاد به ایران را اعتقادی ساده لوحانه می پندارند، لیکن آنان که ایران را می شناسند هیچگاه از او امید بر نخواهند گرفت.